خب همونطور که میدونید به حال جنگ جهانی و این داستان ها تاثیراتی روی صنعت خودرو هم گذاشت که یک جوری همه اکثر کمپانی ها خودروسازی برای کمک به ارتش شروع به ساخت تجهیزات نظامی کردن که اینم برای سال 1956 که حالا سرعت 100 کیلومتر در ساعت 4 سیلندره و اینجا هم حالا یه سری توضیحاتی که پایینی که نوشته 953 دیگه نیاز شد که به کمک به حالا ارتش شروع کردن ساخت چنین مدلایی که حالا میبینین که حالا یه طراحی و دیزاین خیلی خوشگی داره. خب اونم بر اساس نیاز ارتششون بود و اینجا هم حالا ارکارکون و سیستم سوخت و سیستم آبش و لاستیک صافاس و یک سری حالا اینجا سیمپیچی هاشون هم میتونیم ببینیم که بر خوب یک ماشین نظامی بود دیگه. حالا اینجا هم که دندش هست اونم که فکر کنم واسه عوض کردن حالت دیفرانسیلش باشه و پدالاش و میبینیم خیلی جزئیات خاصی نداره و یکی جالب این وسط که هست نوع دنده هاش هست که دنده عقب شیش دنده بودش. جالبه که حالا نمیتونم نزدیک تر برم بگیرم که میبینید یک و دوش وسط، سه و چارش سمت راست و اون پنج دنده پنجش هم احتمالا باید برای مثالت آفرودش یا این حالت ها باشه. ولی خب ماشین نظامیه دیگه. اینجا هم که مثل حالت کانورتر داره که توی این قسمت عقبش هم ببینیم خب این هم تراکتور پورشه، بهش میگم پورشه دیزل که برای سال 1959 دو سیلندره، ماکسیموم سرعتش هم 20 کیلومتر سرعته. ولی خب یه ذره نزدیک تر برین خیلی جزئیات زیباش، باتری و منیلاش و میدونی خیلی عجیبه. مثلا برای چندین سال قبل حتی ببین دیزاین تراکتور ببین چه جزئیاتی رو حفظ کردن، واقعا خاص و زیباه. میگم فقط یه تراکتور ولی خب چه اهمیتی دادن روی دیزاینش و جالبه.